به نام خدا و با عرض سلام و ادب خدمت شما بیننده های محترم تلویزیون طلوع، به برنامه زنگ خطر و بی تفاوتی مسئولین این دولت بی خطر خوش آمدید. خب دوستای عزیز، به خاطر از اینکه جگرخونی است، خب به هر صورتش یک مسئله خوشی را خدمت شما دوستا به عرض می رسانم که قبلا خب ولایت غزنی به عنوان مرکز تمدن اسلام یا پایتخت فرهنگ و تمدن اسلام مسما شد که در این اواخر دی روز نه پری روز البته یا پیش پری روز ثقافت اسلامی در ولایت غزنی دوباره افتتاح شد که در اونجا تمام ولایات تقریبا سهم فعال خود داشتند در آبادی بعضی منارها و دروازه ها و اینا که از همش کرده یکی از ولی ولایت بلخ اونجا یک دروازه بسیار زیبا و خوبش درست کردن، از ولایت های دیگه، ولایت لوگر، ولایت پکتیکا، اینا هم سهم فعال خود داشتن. ما امیدوار هستیم که دیگه ولایت ها هم همونجا سهم خود به نام یک ولایت چیزی را داشته باشه که افتتاح شد. و بر علاوه از اینکه اونجا افتتاح شد، یک خوشخبری دیگه ای است که ولایت غزنی به عنوان ولایت های دست اول مسما شد که هم فرمانش از طرف رئیس جمهور چی شد، منظور شد و منظوریش آمد که ما بر تمام ملت افغانستان، مخصوصا برای ملت قهرمان ولایت غزنی تبریک میگم. و این موضوع ای است که تلاش تمام مردم ولایت غزنی، والی ولایت غزنی و شورای ولایتی ولایت غزنی و تمام ادیبان، فرهنگیان و ریشسفیدان و فرهنگی های ولایت غزنی در این راستا بسیار تلاش کردن. ما یک تصویر بر شما نشان میتم، تصویر ببینین دوستا، باز ما در خدمت شما هستم. امروز بیش از 1200 بنای تاریخی که اکثرش مربوط به تمدن و فرهنگ اسلامی میشه در حال انهدام و نابودی هست. دیدی مبارک نوم په حق لبانه چې دی ایسیسکو او دی اسلامی ملکونو لخوانه مخته را کول سوی و اما عزتداری په هغه ترتیب چې لازم وه ورونو ونسوله. سلام، امروز 13 خستانبر 2002 میلادی که مصادفت با 29 پستانبر 1414 قبل از میلاد که مطابقت دارد با اول خشرانبر 1337 هجری هفتوی. عبدالله قسم با یک نفر از کارشناسان مسائل راجوری و کارجوری. پیش از اینکه از کارجوری و راجوری های ازی شما با خبر شوید که چی رقم راجوری و کارجوری میکنه، در آغاز شیره و شربت چند خبر وقتی. کشته شدن تقریبا 21 نفر از منصوبین اردوی ملی در یک دسیسه تمام عیار در ولایت کنر. جناب کارشناس، یک کلپک برات نشان میتونم بعد از نظرش رو ببینم. دوست دارید شما یک کلپ ببینین که چه رقم یک راجوری و کارجوری بوده، بعد از نظر کارشناس رو ببینین. شما با کلپ اولادای ما را به گونه های مختلف میکشن و ای نه تنها هر کس به گردن کس دیگه مندازن این گپه، ولی ما به نظر ما ای است که غفلت از خود ما است.
غفلت از ماست، چنانچه که وزارت ریاست امنیت ملی افغانستان قبلا برای وزارت دفاع مورد گفته بود که ارتباطات تلفنی بین از چند نفر با طالبا و با تروریستا و اینا است، ولی کس توجه نکردن. ما احساس از این دارم که کسایی که دشمنای سرسوگند خوردی مردم افغانستان هستن، اونا را با یکیش در پشاور کشته شدن، خبر دارن که او را به نام شهید سال رئیس جمهور ما نامگذاری کرد و جسد از او را با بسیار شان فرد سای باوردن در اینجا دفن کردن و بالاخره بر صورتش به نرخ کای ماش لط خوردن یک دکتر توسط شاروالزاده هرات. شاید جناب کارشناس خبر شده در ولایت هرات یک سر صدا برآمد، یکی گفت شاروال دکتر از یکی گفت بچه دکتر، بچه شاروال دکتر از یکی گفت بادیگارد شاروال. کلیپ دارم کلیپ خدا کلیپ داره تو داری یا ما دارم؟ من سوال میکنم کلیپ داره خب کلیپ هم دارم. بعضی او رقم گفت، بعضی رقم گفت، میگفتم خبر داری نزی مثلا؟ من خبر دارم، گفتن از طریق رسانه ها از یک رسانه پخش شد. صحیح صحیح، توی میکنیم کلیپ رو میبینیم که دوستان ببینیم با خودت درفشانی کن خودت و شما دوستان با کلیپ. یعنی همکار ما در داخل شفاخانه مورد تجاوز و تعرض قرار گرفته، به او تاوین شده و او کشان کشان ترور شده، اختطاف شده و بعد از او ای به خانه جناب شاروال صاحب برده میشه و توسط خود شاروال صاحب و خانواده از او مورد لطکوب قرار میگیره. پولی نمیفهم که وظیفه پولیس چیه دیگه چی نه؟ امروز که پولیس از ما حمایت نکنه، دکتر حمایت نکنه، از دیگه کارمند دولت حمایت، از یک طبقه کارگر، از یک ورزشکار حمایت نکنه، ما از او چی توقع داشته باشه؟ عملکردی که دیروز رخ داده از طرف خانواده شاروال صاحب، متاسفانه طالب که طالب است که دشمن از این نظام است، او هیچ وقت به دکتر به دکترها آسیب نمیرسونه، با او این رفتار نمیکنه، ولی متاسفانه میبینیم که اینا یک دکتر این وظیفه و به خاطر از او تخطی نمیکرد از قانون او را لطکوب کردن و ما خوان از هستیم که اونا به پنجه قانون سپرده بشن و مجازات بشن. ما برای ما از اونجا برای ما دوستا زنگ زدن که در این قسمت باید ما کارشناسی باید بکنم و ایلا ما خدمت شما عرض بکنم که گرد شهردار ایلات این موضوع را رد کردن که ما نبودیم، ولی با احتمال بسیار قوی که ما خبر داریم و دوستا از اونجا برای ما راپور دادن این مسئله راست بوده و این دکتر بردن در خانه. خوب به ما گفته خودتان به نرخ کای لوبیا سای بیره سای خوب لطاندن، بعد از لطاندن اینا سای بینال گفته برو دستتام خلاص هر طرفی که میری، اینال دستتام خلاص که هر طرفی میری دیگه برو. خوب کده که زدی شاید گپ اول از شروعال نباشد، چندین گپ های دیگه هم داشته نه؟ امی هرچی که داشته کسی چیز نمیتونیش، اینال دست کلگیتان خلاص. باز مگر تال خوردن بدل آشه ترافیکا مگه چندین ماه باز ندادشون، هرچی که ما هر هفته گفته میریم بازم اجرا نمیشه دیگه. ما گفتن اگر چند آجندای ما نبود آنچه را شنیده یک اعلان تجارتی بود، شما و آشه بدل آشه ترافیکا ما کدی کارشناس در ارتباط بدل آشه گپ میزنم. خب دوستا راستی شما یک برنامه اشپال هستم فراموش نکنید، شما یک اشپال هستم ببینیم ما کدی کارشناس کارهای خصوصی راجوری داریم که سر کی راجور کنم، چی رقم راجور کنم، کی را چی رقمی بدنام کنم، کده زی گفت میزنم. پرواز هانی آئی ری پرواز هانی آئی ری دیگه
ما قرباني تشوى ما لا تداني هاي واي سيابت البدي عيني جواري واي اي جودر الوان اي جودر الوان اي جودر الوان تجيش اكوش كورو كورو تورو تجيش اكوش كورو تورو تجيش اكوش شوق پیسه کار تا بگاه میکنم یا با پیسه میرسم یا خود رسوا میکنم رئیسم از شوق پیسه کار تا بگاه میکنم یا با پیسه میرسم یا خود رسوا میکنم صدا میکنم خوف تحصیلات خود را از اروپا میکنم مریضانه بستر من که سر پا میشود او بکو ما میرود من
پلیس بالا میکنم. ذره ای تاثیر ندارد این نقصای کلان من، پای واز شهروان پشت نخوت سیاه میکنم. دوستان عزیز سلام، قدم نخست سلام تقدیم شما میکنم و ژورنالیست های محترمی که در این مجلس اشتراک دارن، خود دوستان خارجی و داخلی که در مجلس اشتراک دارن، همچنان یک سلام گرم خدمت بیننده های عزیز تلویزیون بیچاره تیوی تقدیم میکنم. دوستان عزیز و وطن دوستان بسیار محترم، قسمی که شما خبر دارین یا خبرم نباشین، یکی از وطن پرسترین یا کسی که تمام عمر خود در عشق به وطن سپری کرده، در یکی از گوشه های وطن زندگی میکرده و در تمام شرایط پیش خود یادداشت کرده و در تمام شرایط موجود بوده و بوده، او را ما دعوت کردیم در دالار زنده و پیش روی شما دوستای عزیز و کسایی که حاضر در این جلسه هستین خواهش میکنیم حالا از جناب محترم بادرک که بیای برای شما چی درفشانی هایی بکنه، چی کارهایی کرده که یک شخص واقعا وطن پرست و وطن دوست. جناب بادرک شما چهره شان شاید نشناسین، با چهره شان آشنا نیستین، اما حالا آشنا میشین میبینین که چی کارهایی کرده و چی سخنهایی داره در ارتباط به عشق به وطن. جناب بادرک صدا کنم. تشکر. تشکر از شما. بخیر، بفرمایید. تشکر، زنده باشین. تشکر، لطف شماست. زنده باشین. قربان دستای شما، قربان دستای شما، قربان احساسات شما. اول به نام خدا، دوم عرض سلام و ادب میکنم برای شما عزیزایی که در تالار گرد هم آمدین و سخن چند دارم از وطن عزیز و بزرگوارم، وطنی که همیشه ما مدیون از خاک بودیم و از آب و هوای از خاک ما تنفس کردیم و در آب و هوای از وطن ما بزرگ شدیم. جوان نوجوان بودم، جوان شدم، بالاخره در این سن و سال که رسیدیم تا الحال مسکی هستیم. خدمت شما عرض میکنم که من سالیان بسیار دیر در این وطن بودیم، هستم و خود بودم. تشکر. شما باور کنین که من در شرایط بسیار خراب این وطن، من در این وطن بودیم و تشریف داشتیم. حتی شما ببینین در شرایط بسیار خرابه که از آن طرف و آن طرف راکت ها بر سر ما میبرید، باور به خدا کنین که من در یکی از خانه ها پت بودم، به خاطر از اینکه من از بین نرم عین از اونجا صاحب من خود دیگه سلا نداشتم که با سلا بجنگم، قلم داشتم فقط نوشته میکردم، تاریخ نوشته میکردم و در تاریخ امیال منو خاطرات خود برای شما بگویم که در کدام تاریخ چه قراکت آمد و ما چه دو زدیم. تشکر. شما باور به خدا کنین که این وطن ما دوست دارم، صدقی خاک و پاک که این وطن شوم. ما میوجات مختلف داریم. شما ببینید یک کیلو باینجان پاکستانی شما چند میخرید؟ ما قربان باینجان رومی وطنی خود شوم. کم تو باینجان های اصل واری، صدقی مولی های از این شوم، صدقی مولی سرخک ازی شوام، صدقی پالک ازی شوام، صدقی گندنی ازی شوام که در دنیا همتون چیزی نیست، صدقی کاهوی شوام، صدقی کرمی شوام، صدقی کچالوی شوام، صدقی پیاز شوام. شما باور کنین دوستای نازنین که ما در زمانی که طالبا اینجا را تصرف کرده بود، شما باور کنین که ما در یکی از ولایت‌های دیگه بودم عین از اونجا صاحب ما صاحب در دست مردم دوستای نازنین خود احوال بر طالبا روان میکردم که او طالبا از خدا بترسین، از خدا بترسین، مردم دست پایش نبرین، اعدام نکنین. باور کنید که این وطن بی نفر میشه. وطن ما دوست دارم، ما این وطن به خون و رگ خود
من دوست دارم اگر امکاناتی بزار موجود باشه من صدقی از این وطن میشم. باور کنید دوستای عزیز، او آدیانس، او مردمی که در اینجا تماشا چیستین، مرا میبینین کدام دانه کار دگه دارین بتین مرا که دم دلم دیم همی خون فواره کنه نوشته شو از همی خونیم. وطن زنده باد، من صدقی از این وطن شوم، من میخوایم خود بکشم در رای از این وطن. ابو شیر معروف است که میگه گر خرابت کردم ای وطن با قلم میسازمت، آخره ای وطن می سازمت و می سازمت. بعد از این زمان می سازمت او وطن به هر رقمی که باشه دشمن های مردم دی وطن ما، دشمن های وطن ما که هزار دستی سب سازه باز ما این وطن می سازمت می سازمت بسید می سازمت او وطن او وطن می سازمت 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 زنده باشین. ببینین شما وطن پرست ها رو ببینین. جناب من چرا وطن خود دوست رو کتا مردم های خارجی میفهمن که من چقدر وطن خود دوست رو صدقی چمام. Yes. Yes. You are Afghanistan. You are Afghanistanian. That's boarding. What use Hanat web? Wetan Luren, but you dark. Yeah, no, no. Man, Inge stop him. Satki. Yeah, yeah. Satki, don't show. Satki, don't show. Come on. Sit down. اینا میگن سب. اینا میگن میگم ما افتخار میکنیم که امروز با تو یک شخصیت بزرگ که واقعا از دل و جان وطنت دوست داری، میگم ما بسیار خوشحال هستم که با شما معرفی شدم و ما میگه تجار معروف جهان هستم. صدقی چون بسیار زیاد تشکر. ببینین وطنای عزیز، ببینین که من قدر وطن پرست هستم. ما صدقی دلاکای چون ما صدقی امامچی های شوم، ما صدقی اون کسایی شوم که چاپی میکنن مردم در امام کلنجای مردم هم میگه ما صدقی از امام شوم، ما صدقی گدایگران شوم، ما صدقی لنگای شوم. درد کردم احساسات تا درد کردم. تایم مصاحبه ما و سخنانیتون ختم شد. خانم فقط خصوصی حال شما رخصت هستم بردم. یا فوتو یا گر یا استین وطن دوست بگ افغانستان. من فوتو بشینی شما بشینی برای که میگه فوتو میگه میگه من یک تجار بسیار پول دارم، امکانات دارم. میگه من میخواستم این پول خود در خدمت یک انسانی که واقعا از دل و جان وطن پرست باشه خدمت کنه برای سوی نیافتم، اما میگه من تو را یافتم. هن یو جفال هنی نن افغانستان یو جا خوش بسیم. بان کمینا چی میگن سر؟ بان کمینا چی میگن سر؟ میگه تو از ما چی میخوایی؟ میگه ما کل زندگی ما برای تو میخوایی. امکانات داره؟ چی میخوایی؟ میگه چی میخوایی؟ امکانات؟ امکانات؟ تو برای چی؟ همه چیز؟ همه چیز؟ ویزا؟ دفتیار ما؟ ویزا؟ همه امکانات؟ کل اگه چیزا؟ بیشین 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 میگه هر چی بیشین میخوایین میگه خمر کنین اینا میال باروزوی تا هر چیز دختر چی؟ یا بلی از خدا مرا از این وطن بکش، مرا بکش بلی از خدا از این وطن مرا بکش، مرا از این وطن بکش. ما رازی وطن بکشیم. مگه تو آتا کدی وطن پرست هست؟ برای گو مگه نیستی؟ دروغ میگی؟ خاین برای گو خودید. نه بیشی بیا یک دقیقه دیگام گم بزن. دوستا عزیز بسیار مزد میخواییم که ما اگر کسی را اگرچند بسیار برای ما معرفی کرده بود که آتش تای خاکستر است و یه ترست یک که آمد دیگر گناه ما نبود بخاطر از اینکه شناخت قبلی با ایشان نداشتیم. امید مذات ما را بخواهیم بپذیرین و خاطر از اینکه برنامه ما لایو بود ما این را قطع کرده نتونیسیم. تشکر دوستان عزیز.
سلطنت نظیر دین بن امیر دین به خاطر مشق و تمرین وارد سلطنت می شود. مطربان بنوازید. بند موسیقی بند. امروز سپه سالار برای جناب سلطان. امروز از سر شروع میکنیم دیگه. بخیر گمش کن تمرین ها زیاد شده. حالا دیگه بیخی شروع میکنیم. بخیر بیا مخبر. اوی خرابی کرد. مخبر با بشیم. مخبر اینجا بان بشیم. اینجا بان اینجا بان اینجا بان جای کلا را باید بفهمی. زمانی که من در سلطنت هم موجود نباشم، کلای من بالای چوکی من باشد، کلای من سلطنت می نماید. باید اداره کند. بله بله. خب بفرمایید بشینید. کاتب السلطنه امر بفرمایید سلطان. آماده باشید مخبر. جناب سرور من گزارشات را یکه یکه برایم تعریف نماید. نه غلط. اول پرسان تو باید از سپاسالار باشه. سپاسالار برای دیماریفی ایره میکنم. سعی سپاسالار برای جناب سلطان. لطفاً گزارش بدهید چه کارهایی در این سرزمین ما انجام شده است. برای جناب سلطان قسمی که شما خبر دارین در چند وقت ما پککو صاحب خودم سر در بعض امورات دیگه مصروف هستم. بعضی کارهای دیگر حیات و حیات بازی رو روان میکنم و مخبر در تمام شهرها روان کردیم و جزئیات بیشتر و چیزایی را که جمع آوری کرده خود مخبر آورده و خواستم که با خودتان از زبان خودش بشنوین. بسیار خوب است مخبر. بله سرور من. آماده باش برای گزارش. آماده هستم سرور من. پککو بخیر. مخبر چی حرفایی است سرور من؟ بله حرف ها و سخنان کمی تکان دهنده و کمی جگرخونم می سازیتان سرور من. بله اگر به یاد داشته باشید جناب سرور من چند پیش در قلمرو سرزمین چرکستان 23 تن از سربازان اونا را طالبان کشور خودشان به قتل رساندند. بله قرار گزارشات گویا دست های کار کرد و به گونه انتقام گرفتن. در این اواخر در ولایت کنر ما 21 تن از قهرمانان سربازان دلیر و شجاع مرزی ما را آمدن توطئه چیندن و اونا را همیشه به قتل رساندن. انا لله و انا الیه راجعون. برای خانواده های سربازان خیش تسلیت عرض میکنم. سپاسالار. بله جناب سلطان. از واقعیت تیر نشیم بیادر. ما همی ناق همی خود کاندید کردیم، ناق دمی جنجال خود انداختیم. کلگی تان ببینین کلگی همی سپاسالار سه بیتفاوت. کاتب السلطنه خواین، مخبر خواین، اعضا خواین، خیلی قدر خیانت که در این مملکت باشه دیگه. ما چرا خود رو کاندید کنم؟ ما دلم هست که بخی استفا بتم، به نفع کس هم تیر نمیشم، استفا میتم. این چی وضعیت است؟ چی فضیعت است در افغانستان؟ چی گپ هاست؟ این چی گپ است؟ برادر تا که دست زیر عراشه ششتین قرار که باش که اولادای ما را چی رقم کشتر را ایستن در این سرزمین؟ این تو خود نمیشه؟ برادر ما یک چیز واقعیت است. این به عنوان تمرین نیست که ما بگیم ما تمرین نمیکنیم. ما را تیر بدار از امی همه ریاست جمهوری. ما هیچ خود کاندید نمیکنیم. میخوایم تیر شویم بیخی از این مسئله. نه جناب سلطان تیر بشیم. سرور من احساساتی نشوید. جناب سلطان با وجود از اینکه از حادثه علمناک را که ما خبر شدیم باور بکنین که بسیار یک حادثه تکان دهنده بود و ما باعث سپاسالار این سرزمین و این دربار
ما آیت را گماشیم در اونجا تا جزیات بیشتر را در ارتباط در دسترس ما قرار بده. اگر چندم در دسترس بسیاری قرار گرفته بود اونا پایگرد نکردن. آره جناب سلطان، اگر شما ما دیدم تصویرهای آیت هایتانه که در قرارگاه عمومی ششته بود 10 کیلومتر ها او طرف بود پسته ای که این بچه ها شهید شده بود 10 کیلومتر اون طرف بود. خب 10 کیلومتر تصمینی سه بود. یک تصویر دیگه هم داشتیم از ایشان. خب در جنازه از وا چرخکی روان میکنن، در جنازه سربازای ما امبولانس روان میکنن. چرخکی را مگر روان نکدی امو آمدن این فرزندای وطن کشتن سروره من. جناب موسته نکاله ما جناب کسی که شما سلطانی که چند روز بعد خل سلطانی میشه خلص. گفته که از چی از نیروهای هوایی خارجی کمک نگیرین. کوب چهار دان هلیکوپتر داری یه چیز هم نداره. جناب نیروهای هوایی از پککو از نیروهای هوایی از اونا استفاده نکنین. یعنی چی؟ باز دیگه چه نمیگی جامعه مدنی را ببین. در هر مطلب ببینی یک بیرقا را و شعارا را میگیرن در بازارا مبراین زنده باد و مرده باد و ایتو کده و ایتو کده. بخیالم که اینا نداره تقبیه اقناق هر چیز تقبیه مثلا چرا نمیبرین؟ چرا پور... دست جاده ها نمیبرین؟ فن نداره چرا... فن خارجی نداره و پروژه نداره او کارهایی را که میکنن در نظر ما البته در این دید شخصی ما شاید یا پروژه‌ای باشه و کارهای پروژه‌ای باشه که تعمیر کنندش دیگه کسا میباشه. واقعیت داره همین گپ است. تعمیر کنندش دیگه کس است. فرمایش میده که اینتو بکنین اینتو بکنین فلانی را رسوا کنین. آه مرده با جنگ سالارها، آه مرده با انتقام مردم خراب کردین، جنگ کردین، کابل خراب کردین، باید در محکمه برین دگه برین. یک روز نگفتین که همین طالبا بره در محکمه. یک روز نگفتین که رئیس جمهور چرا مردم اعلام میکنه، چرا طالبا را از زندان اعلام میکنه. باید از رئیس جمهور پرسان شوه این مطلب. سرور بر بله یکی از نماینده های مردم یک بچه جوان برآمده تنها در خیمه شو مانده، هیچ کس در پولیش نمیره، بازورا یگان تا یگان پوک ناق پوک پلو یگان گپ میزنه که به خاطر شهرت طلبی در حالی که مسکین خواسته که یک احساسات جوانی خود در راه مردم بکشه و مردم را تشویق کنه که بیاین براین. بلیاز خدا هیچ کس ما چم چی رقم شده این مردم و تحسن از جناب سلطان به خاطر عزیز که وقتی که پیشترم مخبر عرض کرد که گفته هلیکوپتر آمد و کی را برد و کی را نبرد، گفته حداقل رئیس جمهوری مملکت ما باید یک یادآوری از بازماندگان شهدایی که از کوهای مسلح خصوص کوهای مسلح ما باید یک یادآوری بکنن، باید بازدید بکنن با خانواده. نمیگفت تو را گفت من میگم گفت سریلانکا میره سفر داره. از خاطر گفت سفر ما یک روز به تعویق افتاد. اگر از سفر آمد باز تسلیه تر بگیم پیش از یاد سبب این گپ پیش از یاد سبب این در محفل نامد این در محفل نامد. نه باز چی شد کدام بیمان آمد پیش گفت من بند هستم شما برید باز پسان می سرور من ببخشین به کمال مزرد شما که بخیر اگر رای بردین فقط گفتار کردین عملی اجرا کنینک مثل دیگرا ات نکنین که گفتار دارن رفتار ندارن. واوا سلطانه بگم واوا گپ دقیق کلش رقمی تو وارسته. بله همین میشینی یادت میرد که پکه کنم یا نکنم پکه کنم سای. اینه خب حرف دیگر چیست؟ اون وکیل ما که در نان خیمه زده است اعتصاب غذایی کرده است یا اعتصاب غیر غذایی؟ نه غیر غذایی خب اعتصاب کرده تحسن کرده تحسن کرده ما با این وکیل خود هستیم و تا آخرین لحظه با ایشان خواد بودیم. در هفته آینده یادم بدهید که یک بار بروم از ایشان احوال پرسی نمایم. جناب سلطان اگر تا هفته آینده اونجا باشه اگر تا به هفته آینده حرفش اگر قبول کردن خوب اگر نکردن ما میریم در پولیش میشینیم. آه سعیست بشک ما میریم کستیم کدید رای نزن. یکی از افسران سپه سالار یک قهرمانی یک شهامت اون هم یک ترافیکی روی جاده که اصلا وظیفه‌اش هم نبوده ولی احساساتش همون مسلک به اصطلاح پلیس گفته میتونیم ولی پلیس راهنماست. یک فردی مملکت است. یک فردی یک احساسش هر کد دیرشی داشتی کار بکنه نداشت نه چی کده عمل بسیار یک کار قهرمانانه کده. به به یکی چند نفر از خائنین میخواستن یک کسی را اختطاف کنه فقط امی عمله میکنه امی چشم دید خودا که میبینه امی اختطافچی را بغل میکنه و خود را این اختطاف میکنه یا انفلاق میدهد اختطاف میکرده یکی از کسای شهروندای شما را اختطاف میکنند. صاحب شما در جریان نیستن صاحب دوزی میکنند صاحب تاجر را دوزی میکنند
سوداگر دزدی میکنن، میبرن صاحب گوشش میبرن، بینیش میبرن. سپاسگزارم. بله جناب. شما لازم میبینید که من باید در آینده سلطان از این مملکت شوم؟ بله بله جناب سلطان. با این وضعیتی که ادر خب. اینجا به خاطر از این شما را ما لازم میبینیم که جلوی مزید کارا را باید بگیرید. از همین خاطر خدا کنه بله، وقتی بله. وقتی که ما شما را میگیم جناب سلطان دایی حتما شما کامیاب میشین، باید جلوی کارا را بگیرین. ببخشید سپاسگزارم. بله مرداری دیگه کس کند پاکش من کنم؟ نمیتوانم. نخای کوشش بکنید که در زمان شما چنین مرداریایی صورت نگیرد. بله 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 تو خود در کمپاین هم در انتخابات هم همیشه میگی که من اینمی کارهایی که شده کارهای خرابه دیگه نمیمونم شوه. من هم میمونم ولی پاک کردن از این کار ساده نیست قربان شما. فینال نگو که من نمیمونم. یک عزم اراده محکم کارم. من ریشه من ریشه آن را از بیخ از ریشه میکنم. جناب ریشه از رو خشک مینمایم. جناب سلطان اگر اجازه باید یک سطل آب مصابوندار با بیخ بوتامین دوزن خشک میشه. جناب سلطان هدف ایست وقتی که اگر من خودت سلطان شوی و من سپاسالار باشم، من چنین در حوزات آن اشخاص را میگمارم که واقعا برای ملت برای مردم خود خدمت میکنن، نه کسایی که راجوری کنه با اختطافچی هم دست داشته باشه، با قمار باز هم دست داشته باشه، با فلان با فلان و فلان هم دست داشته باشه. چنین کارا را به کلی محو میکنم. کوچکترین خبرش هم پاسپورت قانونی زیر پاسپورت قرار خواهد داده میشه. صاحب یک دزدان هوایی و زمینی دست با هم یک جا کردن. دزدان هوایی و زمینی. بیا از این نوده پیوند کن. این باور کردنی نیست سرور من. چی هست؟ حرف چی هست؟ پرنده ها از آسمان آمدن برای سرقت. به به بنویس این معبا سرور من با بانهای دوست همدست شدن. جناب سرور من بله امی پلیت دوزده پلیت های وسایت مردم که دوزی میکنن شماره شاید همین نمبر پلیت یا کود نمبر بله 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 از موترها را امیر را دوزی میکنن صاحب تکنیک های نو باز همین شماره تلفون خود همین جناب دوز نوشته میکنند این موترکش میچست خدا خیرش بده که نمبر تلفون رو خدا چی را خیرش بده او را از خاطر از این نمیده که باز بیا زنگ بزن ما پلیت تا برات بیاره خب او را زنگ میزنه که او بدارم پلیت ما تو بردی میگه آه میگه بیار میگه چرا پیسه بیار پیسه میخواین باز جناب سرور من این پیسه را چی رقم میخواین باز این پیسه را دمو تلفون برش میگه که یک پرنده یک کبوتر پیشت میایه پیسه را در دست زور روان کن پیشت میایه در فلانی جای اونمو جای خواهد رست میتش دیگه باز میره صاحب که نمی که یک خلطگک در پای زی دختن پای کبوتر باز همین پیسه را در داخل ازی میمونه باز در اونجا برش میگه در تلفون که زیاد حرف نزن تصاویر دارید ببینم یک دارید ببینم تصاویر را ببینم موترهای امدارهای ما را میکشن باز برشان تلفون میکنم که ما کفتر در فلان کوچه در بین یک قفص میمونیم شما پولی را که از اونا مطالبه میکنم قسمی که میبینین در پای کفتر خلطه را دوختین میگن که اینمی پول را خلطه تیر کو کفتر الا بده کفتر میره در جای میرسه و به این پسیل پیسه را بگیرم که خوشبختانه ما همو سارق قیره که شما در تصویر میبینیم اینمی سارق امرای محترش امرای کفتر و پلیتای سرقت شده دستگیر کردیم بابا بابا سپاس الله بله جناب سلطان سپاس الله اینا کمال این مسئول نو این حوزه را که مقرر نموده ای برای شک تقدیرنامه درست نمایید از طرف این جانب که برایش تحویل بدهید یک موضوع و دیگر این که ببینین کبوتر که سمبول صلح است سمبول دوستی است از آن استفاده میکند این دزدان حرامزاده اینا حرامزاده هستن به خاطر اینکه پول مردم را چگونه از جیبش بکشد و به جیب خودش بیندازد و قار میشم سرور بر فهمیدی؟ من دستور میدهم دستور که دزد پلیس دزد را
با عزت رها و کبوتر را اعدام نمایید. اشهد مجازات. دیگه چی حرفا است؟ سرور من. بله. خواستم دلیلی که تقدیرنامه را چند روز طال بدهید. خب. در آن گذشته ها چی معاملات صورت میگیرد؟ چی معاملات عجیب و غریبی؟ بله. در آنجا صاحب ترافیک های گذشته داشتن؟ در یکی از محلات. آره بخبر برای دیگه از اون منطقه. اعلان نمیتی ردشه؟ تو این بسیار جالب است. یک رد دیگه ایشه گیر کن. این بسیار جالب است. یک راست میگه از این خبر داریم ما. خبر داریم. چی بود؟ خبر داره؟ همان که بون مسئول قبلیش با اونهای ترافیک ها و اینا دست یکی کرده بودن در آخرین لحظات در شوایی هید 15 لک افغانی را گرفته بودن بعدن که چی شده بود با سر تقسیم جنگ کرده بودن. آله صاحب اون نفر نو که آمده واره برای دزدی. جالب چه سروری من برای دزدی نمیموند طالبان. نه در دزدی غرض نداره. چیز جالب چیز دیگه ایره خیلی مخبری نکنی. حال خود مخبری راست بگه نیمه را نبودی ایره خیلی من نمیبانم تا که مخبری را کنی کل چی را بگم سپه سالار تمام منطقه را باید بگردی سپه سالار بله جناب سلطان نیمه را نبوده کنم آه اینجا ملت هست مردم هست بله خب حالا تو تست کار میکنه او وقتا هیچ کار نمیکرد از خاطر تست کار میکنه که باش باز چاره جور شد خب مجبور است از دستش پول رفته باید چاپلوسی کند کار کند که توجه کند بالای از این که اولا کار میکند از اون دزدی خود توبه کرده است نه توبه نکرده یا توبه نمیکند توبه نمیکند اینها خست دزده هستند اینها عادت کردند میگه دو جایی که او بره باز همون از جای او میره او میره آه میره دیگه چی حرفا هست دیگه خدا فیزیکو کرد ملت خب کرد ملت بریم بخیر بیخی خدا عمری خدا فیزیکو سپه سالار این پکچی رو میخواهم که از سمتش خلی سمت نمایم خیر جناب سلطان من یک دفعه استیزاری بگیرم از پیشش که باعث غفلت کار از این چی هست اگر مقصر بود مقصر بود به دادگاه به دادستانی دادستانی معرفی کن اگر نبود اگر نبود خیرش باشه من یاد فراموشی دارن هرچی میگویم پکه کن بازم ببینی سهل میکنن جناب سلطان از پکه کدن ناز زیاد میکنه سرت سایکو بس پکه نکن ناز کن سپسالار او ناز کن ناز کن به 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 بینویز در بین مردم ایتو نکنی در بین مردم ایتو نکنی درست است یه خود تمرین است که باز سبا نگوه سبا نگوه که این سلطان چی باز کفتردار زید که بریم که کار داریم بریم برای هفته آینده آمادگی تمرین بگیریم آمادگی چی بگیریم نوروز بخیر نزدیک است آه درست نزدیک است برنامه های مطربان را بسیار خبردار همین السلطنت نظیر دوین ابن الوکیل دین با سلطان بیگم ابن قمرالدین ابن القمرالدین با سلطان بیگم به خاطر دیدار صحنه اولی قصر تشریف فرما می گردد مطربان بر دول بکوبید بفرمایید سلطان بیگم با شما می روید سلطان بیگم پیش بروید پیش بروید همی اکسی هست اینه تو آفرید دور بزنیم تو آفرید بیخی خوبی شد خوب است خوب است بفرمایید سلطان بیگم